بزرگت وصیت کرده در صورتی ارثش به من و عمود میرسه که تو با دختر عمود ازدواج میفهمی؟ تو باید با دختر عمود ازدواج کنی. آخه این ازدواجی زود من که بابای تو هستم حاضرم یک شبه و یک تنه با چهار تا دختر تو پل مپل و ترگل ورگل عروسی کنم خبم به ابرو من. یک تنه؟ یک تنه بار بیم واسه چی داریم زن میگیریم؟ بابی جون بیا جلو کاری بکنی که مجلس عقدو به هم بزنی یا هرچی به گفتنی میگه ببین چقدر آب بخوره؟ دو هزار تو؟ آره یاده پون سر تو من دیگه زارت داره بسنی تو باقیشو به هر کاری بگوی میکنم چیدی شده زیل زلزله آتش سوزی بپا کنم درست میکنم آقا هم میگه دیگر کسر خجالت هم نمیکشه بفرما گفتم من شوهر نمیخوام دختره بی حیا این کلی بازی ها چی از خودت در میاری؟ راست میگه این کلی بازی ها چی از خودت در میاری؟ تو چه خاطر ارث پدر بزرگ باید با پسر عمود عروسی بکنی؟ بله باید عروسی بکنی. تو چرا هرچی من میگم میگی؟ من که چیزی نگفتم. ولی بازی هم به ما یه بازی هم به ما نمیدم. پدر حرف منم همین اینکه شما ها به ارث و میراث برسین منو وادار به ازدواج اجباری بکنی. حق با عروسه. باید با پسر عمود ازدواج بکنی. باید. میگم تو منو با عروس خانم یک تنها بگذار تا من کار رو برا کنم. دست خوب شما ها تنها بمون برا کنم. دست خوب شما ها تنها اما باید به زبون خوش بهت بگم من پدر تو هستم. باید با اون رو در نظر میگیری؟ دختر با من یک بدو نکن نظر اون رو سگ من بالا بیاد. میری مهری خانم نظر اگه آقا بالا بیاد. باید با پسر عمود عروسی کنی. صحبت 2,250,000 تومن اون باغ شمرونه همین رو وست آخه چره جونم شوهر یه لولو ارتباط کشف عقل پدرمو کور کرده همشون دیوونه شدن فکر میکنم که ازدواج با سرنوشته یه دختر بستگی داره. بله من نمیتونم با کسی ازدواج کنم که از من فراریه دیدی همین امروز چجور گذاشت و فرار کرد؟ آره راوی جون یه کاری بکن که این مجلس عروسی به هم بخوره. مگه میشه بری خانم؟ این همه مهمون دعوت شدن آقا برای عقد اومده داماد با هزار زحمت و مرارت به هم زد. من نمیدونم اگه این مجلس عقد به هم نخوره من خودمو میکشم آخه یه کاری بکن که عروسی کار نگیره. خیلی خوب خانم جون این که دیگه دعوا نداره درسته که گفتم نمیشه اما به قول شاعر هیچ نمیشه نمیشه که نشه بالاخره هر نمیشه یه جوری میشه. بله مجلس عقد رو یه جوری به همش میزنم که مهمونا از آقا جون گرفته تا عمو عم خانم خاله و حماجی همشون دو پا دارن دو پام قرض کنن نفهم از اون در فرار کنن. بله راست میگی؟ بله اما این موضوع خرج داره. باشه تو مجلس رو به هم بزن خرجش هرچی باشه بهت میدم. صفر زیاد دیجی 2,000 چوب 2,000 تومن؟ بله من که با این لباس با خودم پول ندارم. بیا ایدم حالا شد حسابی شده زلزله ایجاد کنم سر را مجلس رو چنون به هم بزنم چنون به هم بزنم که اما فقط به یه شرط باید در اختیار من باشی به دستور من باید رفتار خوشبونت بدم شیکم جون هیجونت بشم شیکم جون بینم شیکم جون ناجت میکنم شیکم جون دنیا شو تو شیکم جون قطعه شو تو شیکم جون کفته شو تو شیکم جون دوبه شو تو شیکم جون قلبه شو تو شیکم جون پهلوه شو تو شیکم جون آخ کشتتم شیکم جون آخ بردتم شیکم جون
من عاشق شیکم شدم، صد کیلو تازه کم شدم، میخوام که وزنی یاد کنم، چو پهلمون آباد کنم. مرگو میبینم توی دهنم آب میفته، آجو میبینم این دلم به تاپ تاپ میفته. تو شب دارم میگم اختر رو جون بده کشیدم، برو تو دلم بو قلمون، بپرس از این دم حالمون. تو میبینم توی دهنم آب یکه، باجو میبینم این دلم به تاب یکه. کباب بره 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 دوست دارم، هوای کوه و دشت و دره 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 دوست دارم. منم دلم میخواد روزی تو مات بشم، منم دلم میخواد شاخه شمشاد بشم. بزنجون و بازنجون جناب میز قلم، تو گر به روش پریدی بخور که نوز دوره. مرگو میبینم توی دهنم آب بیفته، باجو میبینم این دلم به تاپ تاپ بیفته. مرگو میبینم توی دهنم آب بیفته، باجو میبینم این دلم به تاپ تاپ بیفته. این چه شر صدای رانداختی؟ چه خبره روپات بعد نیستی؟ چرا گجار لب و جب؟ دیدی چه جور داموتو فراری داد؟ دیدی چه جور داد میزد؟ من شوهد نمیخوام نمیخوام، من شوهد نمیخوام. چه خبرته؟ یواش، مهری خانم اگه میگه شوهد نمیخوام، تو چرا بریش گرفتی کپا؟ پس خیال میکنی به خاطر کی این کار رو کرد؟ چند دفعه بهت بگم؟ این تیکه تیکه تو نیست، بی خودی کار زندگی تو برچرده به اسم شاگراش پج اومدی تو این خونه. چیه میگم؟ من داشتم تو خونه سیمین جویست میرخشیدم، عاشقم شد. به من گفت نه نگفت، فقط نه نگفت یا بله هم گفت. وقتی کسی نه نگه یعنی بله دیگه، خنگ خدا. فعلا که بچات عقد چیدن، دامادم آوردن، آقام برای عقد اومده. نه نه، غیر ممکنه، اون گیر بار این عقد نمیده نمیده. خب اگه رفت، اگه رفت، اگه رفت، اگه رفت، اگه رفت، بله اگه رفت چی؟ اگه رفت، اگه رفت میکوشمش. پخ پخ ادام بیشی. نه بابا شوشی دوستم، نمیکوشمش. به من میگه چاو چندی دار، باید این مجلس رو به هم بدنم، شده زلزله را بندازم، دیگ را بندازم، آتیش سوزی بپا کنم، این مجلس رو به هم میزنم. الان برای تحریف عجب کفوریه. تو باید برای به هم زدن مجلس به من کمک کن. ده؟ آره گوشت بیار جلو. نه آره نه آره نه نه و نه نه نه. اگه تو این کارو بتونی واسه من بکنی، یه انعام خوب بگیرم، یه سورم بهت میدم. نه بازم میگه نمیدم تو سورتو. کردن داماد در شب زفاف آبروی من رو بردی پسر، خجالت بگیشی. واقعا چه جوری به شما حالی کنم؟ درست است که من پسر شمام، اما برای خودم یه آدمی هم، یه حسابایی تو زندگیم هست. نمیتونم زیر باری ازدواج برم. بزنم دک و دردک لو لورده کنم. خودی پسر چه جوری کوره من باید شده؟ پدری گفتم، پسری گفتم، پدری گفتم، پسری گفتم. اصلا میخوام بدونم شما کدوم پدری در حقی من کرده. جز این که 3 ساله بودم من فرستاده اصفهان پیش خاله، سال یه دفعه به زور یه سری به من میزده. حالا چطور شده شما شده بابا و من شدم پسر؟ بزنم اوگ نزن. پس تو ببینی توقع داشتی تو بشی بابا و من بشم پسر. تو بشی بابا این بشه پسر. خور خون نهی کیه؟ آقا بعد مرگ مرحومه مادر خدا بیامرده، من دیگه چشمم ور نمیدار که تو رو ببینم. این بود که فرستادم به دلزو. چی داری؟ برو بریم. مال میخواستم بود تمامش هفته کوره. برای تو خرجی میفرستاده، خرجی میفرستاده وسایل رادی رو برات گرفت. ریپ میزنه خدا. بعضی شما پدر خیال میکنین وقتی یه لقمه نون انداختین جلو بچتون وظیفه پدریتون تمومه. اونچه که من بهش احتیاج داشتم خرجی مرتب نبوده، نوازش و محبت بوده. نوازش و محبتی که هر بچه‌ای بهش احتیاج داره. اینقدر وای نتا با من بگو نگو بکن. پس چرا نمیای سر ریخ بشو لباساش هر غیری کرد. کتکش نزن این بچه قاهره. پس آدم لباسای دامادیش غیری میکنه. آدم لباس دامادیش غیری میکنه. من میخواستی لباسای دامادی تن من بود تا به ثابت بکنم که دامادی که دامادی میشم. از اون لباسا که تن من خاک پدرت تو مرا نزن. من به
میدن. دو تا به دار سر این بی ارزه نفنا. آخه بی ارزه رو بدم. همینطور وایستاده آخه یه چیزی بگو دیگه. تو کاریت نماشه. قصتشو نخور مهدی خان. خودم قرارو درست میکنم. خیلی آرام موقت مثل یه داماد راست میری تو مجلس. همون موقعی که آقا داره سیغه عقد جاری میکنه یه دفعه مینی زلزله ایجاد شد. سیر را افتاد. آتش سوزی به پا شد. حالا مثل یه بچه آدم برو تو مجلس بشین تا یک دفعه با هم میبینین سیر و زلزله با هم را افتاد. برو چنم برو. اولیا مخدره مکرمه مهری خانوم، آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به عقد دائم آقای مهری خان فرزند آقا کمال در بیاورم و صیغه عقد را جاری کنم؟ دلم گرابی میمیخوام بله خواهد بس آمد چه اینجوریه؟ از حال عروسی افتاد تو قیر چی؟ تو قیر افتاده تو قیر صیغه عقد را جاری میشه. آره صیغه عقد را جاری میشه. میدونی این صیغه عقد صیغه چیه؟ صیغه عقد دیگه. میدونم صیغه عقده اما این صیغه عقد غیر از صیغه عقد میدونی صیغه چیه؟ صیغه عقد غیر از صیغه عقد میخوای صیغه چی باشه؟ این صیغه عقد غیر از صیغه عقد صیغه 2,250,000 تومان پول و اون باغ شمرون. اون باغ شمرون که حرف نداره مال من. مال توه؟ مال من؟ مال من. مال من. میگم مال من. مال من. مال من. بابا مال من. مال من. اصلا فرام گفتم مال من. آخرش هم میگم مال من. 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 به موقع آتیش سوزی هم داره میخوری؟ خیلی خوب نمیخورم بابا دیگه نخور. نه نخورم. بزن دیگم حتما بزن دیگم زدم و بکم. هی زلزله آتیش سوزی پس تو چایش بازی هستی که رو بگیرم سب کن. من آتش سوزی را انداختم عجب سق زیادی داشتیم نمیدونستیم آقا باری کلا برای آتش سوزی یه سور مفصل پیش من داری سور میدی به من جوندم جون خونه چرا فقط یه سور طلب من بزم داری هوی نگیری چرا باده چه چرا گذاری؟ خواهش میکنم باجه. این میز رزرو شده آقای از طرف ملی خانم واسه اون آقایی که داره میاد. برو واسطه داری رزرو دی رزرو به من مربوط نیست خودتون جوابشو بدید دیگه نبینم واسطی. سلام
سلام علیکم. ببخشید آقایون، میگه گارسو نگفتید که میزه. خب یه گوششم به ما میرسه. باشه آقا، ما هم هواخاشیم داشت. قابل نداره. باشه چش، خواهش میکنه. هم ببخشید. داشم اون یکی داشم بیشتر از شما هواخا ملی خانومه. باش قرار گذاشتید امشب ببردش عروسی. نفهمیدم چی خیاله رو به هم بافته. چی؟ اون یکی دیگه به صورت من عرق میپاشی بگیرم. بزن 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 یه حال عوضشون باری کلا بزن خودش چیه میزنی؟ چیه میزنی؟ آقا اوی خانوم میگه کوری بفا حواسی هم کن کفشت نشکنه. بفر آقا یه خوراست رو تکتو شده. آی آقا نیار بگو ببینم آقا از بعد از ظهر تا حالا کجا بودم. اصلا میدونی چیه؟ من حوصله این قایم موشک بازی‌ها رو ندارم. همین امشب باید بریم خونه من تا صبح بشینیم و حرفامون رو بزنیم. قرار عروسیمون رو بزنیم. چی امشب؟ میگه فردا رو دستمون گرفتن؟ گفتم امشب همین. آخه امشب تو خونه منتظری من هستن. منتظرت هستم و کاری میکنم که این انتظار تا قیامت طول بکشه. اوه غلط کردم. هر جا بگو میام. یواش دستم به دومنه. لعنت خدا بر شیطون. میکشیم اونا. میام. بابا فردت جتامو باطل میشه دا. میام بابا. میاد. حالا امشب میریم خونه من حرفامونو تموم میکنیم. قرار عروسیمونو میذاریم. پس یه خواهش. یه نیش ترمز بزن من یه چیزی بگم و برگردم. یه نیش ترمز بفرمیم. ولی اگه دیر کنید در خونه رو اشکنم. آروم باش، من الان یه چیزی به راوی بگم و برگردم. خیلی خوب. ای پسر خوابه یه نفر اینه با شب شد و من و تو بگو در همون دیم. چه میشه تو هم بشی دو نفره و ما از این تنهایی نجات بدیم؟ اینم شد تا یه عمرت می این خونه مباشریم ناسلامتی همه کاره این هنوز هنوزه با چواتن ها بخوابیم. کاش که ما می شدیم علاءالدین با یک چراغ جادو. هر چی می خواستیم بیکار و زحمت می گفتیم کاتی کودی من ازوده. تا قول چراغ جادو در یک چشم هم زدن برای اون حاضر می گرد. چطور در خوابی نتنده وقنه خدا رحمت کن علاءالدین و چراغ جادو رو. بچه کشکوله از زنجیش رو دیگه خدا که بچه کشکوله قیقه این ای خدا جون این چیه دیگه؟ نکنه همون چراغ جادو باشه. ای خدا ای خدا سوش کرد سوش کرد وای آتیش گره آتیش گره با این کارخونه زوباهن حتمان اینقدر میده. دهه چی گذاشت سیمی؟ این چی خواره دوده؟ چه بالا تو ای خدا ای خدا جون ای خدا جون ای خدا ای سمینا مگه تو همون خونه چراغ جادویی؟ بله مولای من. چی مولای تو؟ یعنی من هر چی بگم انجام میدی؟ مثلا اگه بگم منو بخور میخوری؟ ده بی خود گفتم اومد سر خوراک پشیمون شدم. آقوله، ای خدا، 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 من خلال دندونتم نمیشم، خواهش میکنم، نوگل، ای خدا، از اینجا عرشه، ای خدا، بلم نکنیدم این پرش بلا میکنم، آقوله، خواهش میکنم، ای، میفتم، میمیرم، ای خدا، ای خدا،
برای ما داره. خواهش میکنم بلند نکنید زمین ها، من میمیرم. خواهش میکنم بگی اوله اوله جنم چه آشگری ها خیلی قشنگی. اوه نخل الان رو باز میبره. یاده کردی میدونی چی آقوله بیا با هم دوست بشیم. حالا که منو بذاشتی پایین و نکردی ها بساط ایش و ایشتر مارم فراهم کن. اگه منو به مولایی خودت قبول داری همین الان یه کاری کن که تو این میابونه برای اون یک رقاصه خوشگل ظاهر بشه و رامشگران غیبی هم بنوازن. به قول شاعر گفتن این یک کار راجع کرد اون که ناتمام کرد نستو بیارده. دست دارم مثل مجمعه مونه گذاشت دیمی. اوخ 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 چی اومد؟ مردم خدا. اوخ 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 کفه پاش بلند شد الان مثل قلتک میاد برای اصفال میکنه بادا. آی ببین غیر اینطوری بیا. ناز شطوری میاد نکن مرگ من نکن همچین باخ 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 یه طرف میره مشته نمیترسن این مال منه با خنجر نه هنه بردد میکنم. ما دو مصفی دیده بودیم دو خونی ندیده بودیم میزان پیلی هم کرده ببین خورمه درم خورمه دختر خونده برم خورمه پیلر درم جیانم جار. در بس شجی قربون تمام اندامت برم. دست دارم ریت و جسم برنش راوی راوی جون خوابی بلند شو ببینم راوی راوی جون راوی جون بخیز ببینم آمیزا راوی گوش بده گوش بده این تا بال ما بالا می‌خواستم تا بال با فال کدومت بلند شو ببینم راوی راوی جون گوش بده می‌خواستم بهت بگم امشب یه کاری فوری برام پیش اومده. نفهمیدم این کار فوری شرانه دیگه چیه؟ بعدن جریانا بهت بگم. ولی مهدی خان تا شما آقا جونتون عمو جونتون اینجا بودن برای اومدم ببینم این خدا آخه نخواستم اون میشه نه تا اون نمیشه برای شبت هم اومدم شاشتم بیمزده شدی نمیفهمم تو این خونه همه رو خواب مرگ گرفته. شماها چرا همینجور وایساده یه کاری بکنین آقا چی کار بکنین؟ مگه شماها دلتون شور نداره یه تکونی بکنین یه حرکتی بکنین دود باش من دلتون تکون بکنین این چه حرکتیه؟ خودتون بخواهی تکون بخورین خودتون بر بودی من گفتم دوتایی مثل مربای آلو وای نسیم منو نگاه کنین من مربای آلو حسن علی راوی چه خوابیدم؟ حسن بری در وا کنی عجیبه گمشی نه جلو را بری کنار بل نجو خور نداره همینجوری گرفتی راحت خوابیدی راحت دیگه چیکار کنم مجبورم اینکه چرا راحت خوابیدی راحتی ناراحت بخوابم میگم اصلا چرا خوابیدی اصلا معلوم هست چی میگی اصلا خودت چی میگی من هیچی منم هیچی بس بریم تو بریم تو بریم بیا این تو دست تو از دهن درار خوشمزه است شما ها چرا مثل مربای آلو وایسادین منو نگاه میکنین مربای آلو من مربای آلو من مربای آلو خواه میخواه همه که اینقدر عدیق بنام خواه بیه خورده سم بده به من خواه بیه خورده سم بده به من مهتی خانداداش جان خانداداش مثل اینکه سر صدایی نیست خانداداش جان خانداداش میگم تو هیچ دلت شور نداره صحبت 2,250,000 تومان پول اون باغ شمرونه اون وقت اینجوری در میزنی چه جوری در بزنم مگه در زدنم جور و جور داره پس چی برای بارا... 2,250,000 تومان پول اینجوری در میزنم
جان خدا داد. مثل اینکه این پسر هنوز خوابه. راست میگی. گوش بده. راست میگی مثل که صدا خورش میاد. خانداداش جان خانداداش میگم بریم سراغ راوی ببینیم اون چه بیداره میشه. خانداداش جان خانداداش میگم بریم سراغ راوی. خانداداش جان خانداداش اینکه من گفتم. خب پس بریم اینکه دعوا نداره. مثل اینکه صدای خورخورش میاد. بابا صدای خورخورش نمیاد، حتما اشتباه کردی. آقا تو که چشم و چاره درست نمیبینه. نمیفهمم صدای خورخور شنیدن چه ربطی به چش داره؟ پس به چی مربوطه؟ به گوش. خب منم همین رو گفتم دیگه. خب پس خودت گوش کن. خانداداش جان خانداداش میگم تو برو مهدی رو بیدار کن تا منم برم این راوی ذلیل مرده رو بیدار. میگم من میرم مهدی رو بیدار میکنم تو همین راوی ذلیل مرده رو بیدار. منم همین رو گفتم دیگه. منم همین رو میگم دیگه. خب پس بریم. دارم میرم دیگه. اینم هنوز خوابه. شما کجا بودی گنده بکا که هرچی صداتون میکرد از جواب میداد؟ قربان سلام همین که اینو گفتی؟ چی گفتی؟ بلندتر. چی گفتی؟ بلندتر. میگن سلام. چه وضع سلام کردنه؟ بلندتر. بلندتر. سلام. حالا چرا وایسادی من همینجور بر رو بر نگاه بکنیم؟ من شاخ در آوردم. شاخ؟ کی میگه شما شاخ داریم؟ به یه چیزی بگی. آخه بگی به اون کچلا بگی کچل. ما کاری نکردیم. این پسر و راوی دلیل مرده هنوز بیدار نشده. میدونی برای بیدار کردنشون فقط یه راه هست. چه راهی؟ باید دروش باید چیلش گرد درو در خونه من رو سرتو میشکنم. درو میشکنیم پولش از سهم من کرد. خیلی خوب میشکنیم اما پولش کم بیزاره. چی رو؟ اما پولو دیگه. منم که همین رو میگم. منم همین رو میگم دیگه. یالا بیا بالا. یالا بریم بالا. بیان کمک من در فضا گیر کردم. بیا 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 بی
آره یه دفعه یه صدای پای شنیدم که یواش یواش داشت راه میرفت. نفهمیدم این داد و فریاد رو نشیدی. اون وقت یه صدای پای یواش 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 شنیدی؟ صدای پای یواش 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 شنیدی؟ آخه به قول شاعر که میفرماید گوش ما به صدای پا حساسیت داره. صدای پای چی؟ صدای پای کی؟ صدای پای مهدی خان. کو کجا چی شده؟ مهدی خان کو کجا چی شده؟ مهدی خان کو کجا چی شده؟ اینو که من ارادت منم ازت پرسیدم. من از شما دو تا پرسیدم. میدونین چیه قربان؟ اون دم پنجره وایساده بود. رفتم جلو گفتم مهدی خان چی کار میکنی؟ گفت تو این خونه که نمیذارن آدم یه چرت بزنه. میرم یه جای دنج راحت بگیرم بخوابم. یه دفعه از بالای پنجره جست زد. خب چی شد؟ خب چی شد؟ اون وقت من یه صدای شنیدم گران. خانداداش؟ جان خانداداش. ارس و مرس و باغ شمرون گران. به 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 ارس و مرس و باغ شمرون اومد؟ ای داد ای داد دیدی به این خان اومد آبروی من گران؟ اینها چی شده؟ شما چطور شده؟ میکی پسرم شده آتش سوزی. همین امشب وقتی مهدی خانم خوابیده میرم سراغش. سراغش میرم که وحشت بیفته. تا وقتی که مهدی خانم میبینه از ترس به اون پناه ببره و جورش اون جور به. بله جدای برای تون آب بردم. من که آب نخواستم. آخه ممکنه شب نیست به شب دیشنتون بشه. خیلی خب بذار اونجا. چیکار داری میکنی؟ ابا چی شد؟ همه آبا سر رفت. برای تون یعنی با آب ریختم. پس چرا وایسادی؟ برو دیگه میخوام بخوابم. دیگه با من کاری نداری؟ نه اگه کاری داشتم خبرت میکنم. یعنی هیچ کاری نداری؟ خوب فکراتون رو بکنیم ببینیم کم کسی چیزی نداشته باشیم. بیا جلو ببینم. بیام جلو ببینی؟ دیدی گفتم بالاخره با من یک کاری داری. اون صندلی رو بیار بشینی. چشم. من از شما خیلی خوشم میاد. صندلی رو شکست. یه تکلک برو بشین اونجا. برو بشین دیگه. اما مواظب باش. یواش. به من میگفتی از قد بالای من خوشت اومدی. یادت نیست به من میگفتی تو بل بل؟ چرا گفتم. یادت نیست به من قول دادی بام عروسی کنی؟ اما بهت نگفتم که به اسم شاگرداش بس بیای اینجا تو خونه ما. آخه بوسی این که من نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم. چون زد دارم. میخوام جان من بخوابید. من میخوام جان من بخوابید. صبر داشته باش. اوکی آخه من دیگه طاقت ندارم. تا وقتی که من کاملا از پسرم اومد این ملکه لعنتی زده بشم ازش متنفر. کیش دارم بروش کی؟ دیگه نزدیکه داره ازش بدم میاد. آقا از ازدواج با من فراریه. خیال میکنه نوبرش رو برده. یه چیزی به بگم ردی بگو برو جلو چونقه جلو دار. دیدی تو سینما ریس بود و بوش نقاب و کلاب و هفتی میاد دختره رو میدوزده. بیا ما همه کاری بکنیم. بیا آجیز بازی کنیم. من همی همشم با یه نقاب میام تو رو میدوزدم که تو رو میپسندی. برم کارا رو جور کنم. اما
دارم. عشق من، زندگی من، جون من، عمق من، هستی من، دوست دارم. تو این دنیا همه چیز من تو هستی. فقط فقط تو. یه رد و برق حسابی را بندازی دا باید طبق نقشه عمل کنید تا میدی؟ آها برق برو تو 220 برو بعد نزو در برو تو ای درکولا خودت هم بفرمایید تو عزیزم هیده خفا جنگورا حروم که آی خدا این کپولک چرا اینا بیهوش شدن؟ وای برای بار دوبار مونم فایده نداره تو میری خانمو بردار منم آیی رابطه ببرم بابا جنازه هر چیز ترسی ملی نمیتونم حقیقتو بگم. بگم چقدر دوست دارم. تازه چه فایده ای؟ معلوم نیست از من بدت میاد، خوشت میاد، دوستم داری، دوستم نداری. نمیدونم چی کار کنم. تو بد ختله گیر افتادم. تاردان
من با کلی قوا را پنده خودم. که بهتون دادم یادتون نره، تو اون دفعه چرا خوب خاموش روشن نکردی؟ هیچ فرق خوبی نبودی. تو هم برقی آهن محکم در تکون بده. چه از مون قنبه هستی؟ اینجا باشین، وقتی خواستم از پنجره برم تو باید رد و بخش رو بشه. خب از همین در برین تو دیگه. ساکت احمق، آقای دراکولاخون از پنجره وارد میشه، میفهمی بی سوا؟ سوای من داشته باشین. من آقای دراکولا خان هستم. میخوای خونه تو بمیکم؟ نصف شب بیمایی ریخ دادم ولی خونه من از اون خونده میکی؟ حرف زیادی نزن پسر. بلند شو. فیز من چی میخوای؟ بلند میشی یا بگم بردستم بخورنت. آی بیای. آی شما چی هستی؟ شما چی هستی؟ اگه پول مول میخواییم بگو تا پوله دو بدم. ببریدش. نباشم برای پوله میبری. بردن شما زلیل شدا. زلیل شدا. Mal, 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 mal
علیه السلام. سرور من الهاک دید ای امیر السلام مادر بکتو چرا پوش مادر میده؟ میگه خودت ننه نداری بی ادب. بیا پلنگو ببندیم سرور من. نترس زهر ماغ دردی بیگر فرار بلایت به جانم. امیر السلام تا به حال در میدان کارزار پشت به دشمنی نابکار نکرده. امیر جون رجز خونی که بده کنار تا کار از کار نکشته. بیا فراری امیر جون زد دنده اقب بخواد خیز برداری بیا تایی تو بیمیری ترسی بوش بوش اوه ها الان تو رو لغمه چپا میکنم مادرت رو به ازایت میرشید. بیا بیا چه دیو اطوریه؟ امیر جون این دیو موزیکاله. نگو رخت بشه میگه تو امیر جون بزن سگه شو. الان دوم بشه قصد امیر نگه بره لا تو شاخش لیه که شان من میپرم اون شاخش رفت بشه یا لفت اصلا بارونه شو امیر شاخلی کرد راحت شد با جونم چی زدم امیر خلاصی خلاصی دیدی امیر جون به من در سلان نام دار میشنوی؟ این نقمه دلنواز از کیست؟ ای شمس وزیر بباز صاحب این صدای سرور شناخت. بریم که صبر و قرار از کف من رو بود. برید برویم. سران نامدار جانم مرا کفن کردی مرا یک لحظه با این لغت بیمثال تنها بود جانم آتام دلده کرد برو جرم برو قربونه جرم برو علمی ها ده برو برو دیگه مرگ من برو برو روز کم برو برو بقل بای سر میام برو جرم
عزیزه جدم اوه الهی که اون درد بلایت محکم بخوره تو پات بشقاب سر خانده داشت اوه الهی که من خیلی و خورمت بکم جون جون وای با داره کلا سره همی هم سرا بکنچه کلا لازره این ناب کار من آهک بکنه چه فرشت رویان دیف سیرتی بریم برو بریم عزیزم تو در بند این سگ چارچش خانده داشت اگه قمر وزیر بشی اگه سگ چارچش بشی اون باغ شمرو مال منه مال منه مال منه مال منه مال منه دست سگ کوتاه مال منه بگیر این ناب کار خانده داشت بیه پای باغ شمرو مال توه ای فرخ لقا جانم به فدایت دیگه شما ها بری این گام کنین از حالا بعد موضوع ترکه میشه مثلانه است شاهکار دیدید بگید باریش الله این که جور از نظره نیشه خانده داشت جان خانده داشت بگو نکنه چی نکنه تخ نکن پسر ماست که تو بردار تو درست تونی از بگید الان شد دیگه مرزی ببینم رابی مهدی که زیاد نترسی زیاد نترسی به قول شاعر میگه که کمم نترسی انقدر ترسید که الان تا چشمش به مهدی خان میفته از ترس اون پناه میبره و جورشون جور میشه خانده دار ببینم جورشون جور شد به این زودیشه نه عاشق و معشوقه که خونه رنگ رزی نیست مرد بذار من ببینم صحبت 2,250,000 تومان پول اون باقش امرونه بذار من خودم ببینم کسی چشم سو نداره ببینی گفتتون کوریم بذار من ببینم نوبت منه منم جز تاریکی ندیدم حق داشته باشم به روشنهایش هم میرسیم چیست اینجا؟ بدیا تو اینجا چی کار میکنی؟ این چه وضعیه؟ نکنید اینا همش نقشه؟ خان، حالا فهمیدم پس همه این کلکار دراکولو بازی ها زیر سر توست تو خیال میکنی با این صحنه‌سازی ها میتونی خود و مظلوم جلوه بده که منو سر رحم بیاری درسته که قدیم و ندیم گفتن عقدی پسرم و دخترم رو تو آسمون بستن اما من و تو از اون دخترم و پسرم ما نیستیم ندونم نه 30 سال حاضر نیستم به خاطر ارث و میراثی که به بابا میرسه با کسی که منو دوست نداره عروسی کنم 30 سال برو به همون کسی که دست و پا دو بسته بگو بیا دست و پا دو واقع کنه خیلی خوب اما من فقط دست دو واز بکنم و جای دیگه اصلا به من مربوطی نیست برگرد بینم به برگرد ولی نشی ایشالله نخه این نخشم چه گره توری خورده اینجاست که باید بود شما کارتون نباشه که دیگه جور شدن مهدی خان داره مهدی خانم کار بگیره خانده دار دارن همدیگر گاز بگیرن ما اینا رو نزدکی اینجا پلا همدیگر گاز بگیرن چی کار کنن بگیرن من همین رو گفتم من هم که همین رو گفتم پس ارس و مرس و باقی شما این چی چی هیچی بده در راه خدا چه گره لجبازیه بیا این هم از دستان یه جای دیگه به من مربوطی نیستا چه کسی من برات نقشه کشیدم گول خوندی آقا جون به من میگی فریبکار به من میگی دروغگو به من میگی حقباز به من میگی کلکباز حقباز کلکباز پشت امنداز دروغگو فریبکار خودتی هستی بودی خواهی بود تو گفتی منو دست و پا بسته بیارن اینجا که بعد مثل یه قهرمان از راه برسی و منو نجات بدی تا من در مقابل این همه فداکاری حضرت آقا دلم نرم بشه نخه پسرموی عزیزم اشتباه میکنی اون پسرموی که عقدشو با دخترم و شاسمونو بستن تو نیستی تو نیستی تو نیستی
خیال میکنی کسی برات نامه نداره؟ چرا فرستاده که تو رو خدا بیا منو بگیر؟ اوه این گره لعنتیان باز نمیشه، باز نمیشه که نشه. خیال نکن حالا به تو التماس میکنم و به خاطر این گره از فرشته نجاتم از امیرالسلام نامدارم کمک میگیرم. 70 سال سیاه هیچ وقت به کمک تو احتیاج ندارم. چطور سالت بود؟ آی کمان، آی کمان، آی کمان فقط خدا با نکنم این بای، سکنه خیلی حساسه بای ای داد، آخ، آخ، آخ درست شد، چیز رو دو سین رو شد بزبزیم سب تو الان ای باره کنار ببینم بذار من ببینم تو چی بخواه ببینی؟ همون رفت ترکه شدی جان من اگه چشم و چار درست حسابی نداری بذار من ببینم نفهمیدم اینجا غیر از من چند تا یه نفر دیگه هست؟ بس بیا حالا خوبی کن اخمشو ریختشو شکلشو وای پیشنیم ریختشو موهاشو سلفاشو چشماشو آبروهاشو وای با این حرفا دلم گرم نمیشه 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 دل سخت منم نرم نمیشه 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 با این نازا کارات جور نمیشه 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 از این چیزه کسی بر نمیشه 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 حالا چه خیلی دوری تو خیلی ناجوری ایوهانا ازدواج کی دوریه کی دوریه دیری بار نمیزم وای نمیرم خلاصه نمیرم منم نمیرم اگر بمیرم اگر بمیرم میگم حالا که اونا میخوان ما با هم عروسی میکنیم که اونا بتونن صاحبی ارث و مرث و اون باقیشون بشن چطوره که من و تو به عروسی با هم دیگه رضایت بدیم اما فقط بذاره این پنبر از گوشت درار که من راست راستی زن تو بشم فهمیدی؟ خیلی خوب بابا اما تو هم نباید توقع داشته باشی که من راست راستی شوهرت بشم کسی از تو نخواست شوهرم بشی فقط تظاهر میکنی فقط تظاهر که هم به ارث و مرث و باغ شمرون برسن بعد از هم طلاق میگیری درست است هم طلاق میگیری خیلی خوب شروع کن چی چی را؟ اظهار عشق دیگه اما فقط به ظاهر اونایی که ما رو آوردن اینجا الان مواظب حرکات و رفتار ما هستن باید بازی رو از همینجا شروع کنیم باشه شروع کن اظهار عشق باید از طرف مرد شروع بشه فرق میکنه همه جای دنیا رو ول کن یه دختر ایرونی اگرم برای مردی بمیره و حاضر نیست غرورشو بشکن و اول اظهار عشق بکنه حالا نگوی چی کار کنم من چه میدونم یه کاری بکن یه حرفی بزن دیگه آه عزیزم اینجا رو پاس بدم ببینم اصلا میدونین چیه قربان میشدین نباید هم با آتش کنار هم گذاشتین خطرناک میشه باید فوراً در باز کن دود عشق بیاد بیرون در واقع کنین در واقع کنین دود رو ببین زد بیرون گازو گازو در واقع کن پاش میگویم و از گفته خود دلشادم دلشادم نمیخواد پاش میگویم و از گفته خود دلشادم پاش میگویم و از گفته خود دلشادم اینا چی میگن؟ این برفریده ها؟ نمیدونم والا میگن پاش میگویم و از گفته خود دلشادم یعنی چی؟ یعنی پاش میگویم و از گفته خود دلشادم میدونم اما مقصود چیه؟ مقصود چونی یعنی پاش میگویم و از گفته خود دلشادم میدونم آخه این پاش میگویم و از گفته خود دلشادم یعنی چی؟ یه مگه کریم؟
پذیرایی کن یا درگی بر نکن تنمون آمد سید رسد با سرا خاندلو جان خاندلو میگم اون باغ شنبو مال منه ها باز شروع کردی دیگه حرف نداره جناب عالی کی باشن؟ من ملی خواننده به این مجلس عروسی دعوت دارم. دعوت دارین؟ بله دعوت دارم. نفهمیدم دعوت دارین یا دعوا دارین؟ چی شما رو دعوت کردن؟ به تو مربوط نیست، برو بزرگتر که دست بیا. بزرگترمو چقدر از من بزرگتر باشه خوبه ها؟ وای بابا. مال منه. بفرمایید خواننده دیگه با دار و دستش اومده میگه من به این مجلس دعوت دارم. نفهمیدم. کی دعوتش کرده؟ خانداده؟ جان خانداده. تو دعوتش کردی؟ کیو؟ خواننده و دار و دستشو. نه تو چطور؟ کی رو چطور؟ یارو رو تو دعوت کردی؟ کیو؟ خواننده و دار و دستشو. من نه تو دعوتش نکردی؟ نه کیو؟ خب خواننده و دار و دستشو. شما دعوت کردین، دار و دستش هم ایشون دعوت کردن. حالا بفرمایید الان با دار و دستش منتظره؟ خانداده؟ جان خانداده. حالا چی میگی؟ خودت چی میگی؟ من هیچی. منم هیچی. خب هیچی یه هیچی چرا نگاه میکنی؟ بابا شما مسخره کردی مصاحبه. بفرمایید این خواننده اونم دار و دسته. خوشبختم خواننده. خوشبختم دار و دسته. خوشبختم همین که این گفت. چه فرمشی داشتی؟ خواهش میکنم آقا من اهلش نیستم. من که چیزی به شما نگفتم. خانداده؟ جان خانداده. من چیزی گفتم؟ نه من که چیزی نشنیدم. بفرمایید. آقا میگم به من چشمک نزن، فهمیدی؟ چی؟ من چشمک میزنم؟ خانداده من چشمک میزنم؟ نه من که چیزی نمیبینم. بفرمایید. بریم سر مطلب. من حاضرم. بریم سر مطلب. من به این مجلس دعوت دارم. آخه کی شما رو دعوت کرده؟ داماد، خود داماد. نفهمیدم. داماد خودش اومده پهلوی شما، شما رو دیده؟ بله دیدم. مگه آقای داماد اسمش مهدی خان نیست؟ مگه قدش 1.75 نیست؟ مگه 3 دست کت شلوار زمستونی و 2 دست تابستونی و 6 تا پیرن و 5 تا شورت نداره؟ مگه یه خاله گوشتی اینجاش نیست؟ باور کنید. چیه؟ ها؟ ها؟ اینا به قدری آب خوردن اجازه میده؟ خواهش می‌کنم. به قول شاعر میگه که بازم چشمم روشن. حالا دیگه خالگوشتی تو نشون میده؟ نکنم در منظور چیه؟ بیه بریم همه چیز رو بفهمیم. تو اینجا چی کار میکنی؟ ای بی بفا ای بی یوجفه این بول قول و قراره
اومدی اینجا چی کار؟ مگه یادی رفتی مای خودت قرار ندهی سیمای خودت قرار ندهی سیم نگفتی که با من عریسی میکنی؟ با من حرف نزن باشو با حالا وقتی این حرفا رو یارا بگیری نیا بازم چی کار میکنم؟ درگیدم اوه رانی دستم به دومنه یه کاری بکن من حتی نشون بفرمایین اینم داماد چخی شمشا بیا جلو ببینم بیا جلو بیا جلو بفرمایین اینم داماد تو این خانم امشب دعوت کردی بری جا من؟ تو منو دعوت نکردی امشب بیام اینجا آواز بخونم چرا؟ درسته تو دعوتش کردی؟ حالا دعوتش کردی سرتو بخوره اون خواب گوشتی تو چرا چشمک بس نزن من مواظب همه چی هستم چی چشمک میزنه دختر؟ خانده دا ببین من چشمک میزنم؟ نه من که چیز نمیبینم مگه حضرت آقا من دعوت نکردم بیام اینجا تو مجلس عروسی تو نواز بخونم درسته آره خب حالا اومدم من خودم دعوت کردم بیا اینجا دیدی نقا یون رسیب مبلغ یه جوری با هم کنار میاد رفتم قول نامه کنم مبلغش سر تو بخوره خب آقا عروسی میکنه الان داد میزنم فریاد میزنم رسواد میکنم نه داد نزن ملی جون این مجلس عروسی نیست عروسی نیست پس مجلس ختمه نه نه اینا همش تظاهره ما فقط داریم عروس دومات بازی میکنیم راست راستی که نیست عروس دومات بازی آره باور کن بهت چه گفته بودم فقط به خاطر ارث و میراث پدر بزرگمه مگه تو نمیخوای من پول دارم وقتی آبا ازاتیا بریخت ازش جدا میشن خیلی خوب که پای پول در میونه من هیچ که بهت نمیکن اما این تنبره از گوشت دارم آقا 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 بیتاره شدم آقا آقا دستش بخوره اگه این کار بکنی دیگره تو در میارم امیدوارم این مسافرت ماه عسل به هر دوی شما خوش بگذره. این ماه عسل هم از اون رسمای خوبه. آه که من میمیرم برای. منم میمیرم برای. من میمیرم. گوشه دین خلوت بعد زیبا. با در دامن طبیعت از عروس و داماد کنار هم. در آغوش هم آه چه لحظه پرشوره مرد چه خبره شما خیال رفتن تو عوالم ماه اثر اون لحظه های پرشورشه که آدم از من بسه دیگه زودتر مطلب اصلی رو بگو کدوم مطلبو تاکسره دو از ماده چهار راست بگی این کار رابی میگم رابی این کار بگو راجب تاکسره دو از ماده چهار وقتی از نامه تو بهشون بگو اون با من آره تا اینا صاحب بچه نشن که ارث و مرث و باقی شروع به ما نمیرسه ملا قربان هرچی باشه شما بزرگتر این بهتر موضوع بچه دار شدن خودتون بشون آره راست خودم بهشون در ضمن بخواستم بهتون بگم خدا بیامرزه مرحوم مادرتون تو همون شبای ماه اول عروسی بود که 13 سفرم بود خدا تو رو ببادا مقصودشون اینه که تبصره دو از ماده چهار رو تو همون ماه رو پشت بون اجرا کردن حالا پسرم باید کنی که تو پسر همین پدری همین پسری و تو دخترم باید ثابت کنی که دختر همین پدری که پدر همین دختری یعنی تبصره دو از ماده چهار رو تو ماه سر باید اجرا نفهمیدم این تبصره و ماده دیگه چیه آخر میدونین خانده دار چی رو؟ همون مطلب رو دیگه راست و دمدش اینه که تو این ماه اصل باید صاحب یه چیز بشین صاحب یه تبصره دو از ماده چهار یعنی صاحب یه بچه بشین بچه؟ به من مربوطی نیست تبصره دو از ماده چهاره تا شما صاحب یه بچه نشین آقایونا نمیتونن اون ارث و میراث و باغ شمرون رو حفلو کنن ولی قرار ما دیگه تبصره و ماده نداشت خب حالا که پیدا شده تو دیگه چی میگی بالاخره هر عروسی یه تبصره دو از ماده چهار بله این مال پدرت پس مدل چی هستیم بریم خیلی خوب بریم فکر کنید آ ببین مرگ پدرات این دفتره رو فراموش نکنین آ خانم میگم تمام ارث و مرث و باغ شمرون ما بستگی به این ماه عسل داره ها خب حالا چی میگی میگم چطور علی و حسن رو بفرستیم مواظبشون باشن شاید به کمک احتیاج داشته یعنی خیال میکنیم می اینقدر پاچلوفتیه که به کمک علی و حسن احتیاج داشته تو چی میگی سفر و هزار جور خطر علی حسن بریم دور دورا مواظب
مواظبشون باشین. اگه احتیاجی به کمک داشتن کمکشون کنین. یالا زودتر نگاه کنین. اگه کمکی چیزی هم تونستین با خودتون ببرین. آره زود باشین میلا. ما رفتیم برای گرواجا. خانددا جان خانددا نمیدونم چرا این دل ساپورته من مثل سیر و سرکه داره میگیره. ساپورته ای منم مثل سیر و سرکه میگیره. خانددا جان میگم صحبت 2,250,000 تومان پول اون باغ شمرونه. چطوره تو هم بری مواظبشون باشی؟ البته که میرم تمام زندگیمون رو این ماه اول نمیدونم چرا اینقدر دلم داره شور میزنه. آی خان داداش وای تو مادر مگه ما نمیخویم بریم رامسر تو اونجا از نزدیک ببینیم بی وفای بی افته به چجوری که من خیانت میکنه و ما ازم چه جوری میگذره؟ چرا خوب مگه ما الان موتورمون خراب نشده و تو هر کاری میکنی روشن نمیشه؟ چرا خوب پس برای رفتن به رامسر فقط یک راه میمونه. چرایی تو سر بگو من راحتم. ما باید خودمونو با یه وسیله دیگه به رامسر برسونیم. زنبور زحمت کشیدی. الان اون وسیله رو پیدا میکنه. نگه داری به من میگن چوق بوکنده. الان یه حقه میزنم که اولین اتومبیل مجبوره به توقف بشه. برای تو برو اون کنار موتورت هم ببر اون پشت درخت و مسیره که دور کنم. یه برو بزن من نقشه ما عملی کنم. خیلی خب بابا باره بابا تا هم با اون نقشه بگرد. به من میگن چوق بوکنده. تو چه میفهمی؟ اینجا رو عوضی فهمیدی. خنگ با کبله ای که بردی؟ شما ملک خانوم خواننده نیستی؟ این شب تو مجلس عروسی؟ تو همون گارسونه نیستی که افتادی تو؟ گارسون؟ به من با لباس مبدل رفتم اونجا که کسی منو نشناسه. آخه مهری خانوم که همه عروس خانوم باشه هستم که در اون هزارها سلسله جمال سر به فلک کشیدم که در دل اون کوه ها اونجا هم که بزرگ من خوابیده رگه های معدن رگه پشت رگه معدن پشت معدن پول روز پول ثروت روز ثروت. من به جدی به اندازه یک مهاراجای هندی پولدار میشم. میدونی مهاراجای عزیز در نوشت منم درست مثل مال تو به منم خیانت شده. احساسات منم گریه‌دار شده. حالا تو چی خیالی داری؟ من میخوام اون عطرشون رو تبدیل به ماهی سرکه بکنم. میخوام ازشون انتقام بگیرم. اومدم اون عروسه بیوفا رو بکشم با جفتش. من تشنه انتقامم. انتقام میخوام بکشم با جفتش.
اما من یه انتقام بهتری بلدم. میدونی سرنوشت من و تو رو تو این جاده دور افتاده کنار هم قرار بده فقط برای گرفتن انتقام بهتر. اون انتقام بهتری چیه؟ اون انتقام بهتری چیه؟ من انتقام بهتری میخوام. من انتقام بهتری میخوام. بریم سواشیم بهم بگو. ببینم چرا بایی سالی؟ تو اسی چی تعجب کردی؟ من؟ تو خودت اول تعجب کردی؟ من؟ من مثل اون شاگرد آشپزمون رو دیدم. منم شاگرد آشپزمون رو دیدم. من میگم بلشون کنی به حال خودشون. من میگم نه خیلی بریم پایین. بیا پایین. باشه. پس معلوم میشه این خانم حضرت آقا رو میشناسن. نه خیر بفرمایید میشناختم. از حالا به بعد دیگه آقای داماد ارزیلی عروس خانم باشه، برای اینکه من مرد ایدئال خودم رو پیدا کردم. ای مهاراجا جونم بریم از دست این مزاحمین راحت بشیم. منم دیگه با تو کاری ندارم، اصلا دوستم ندارم. بی بابا بی اوکفه بریم جونم. بریم و اتقا بهتره را ازشون بگیریم. بدونی دعوا، بدونی کتکاری، بدونی فوش، دیگه با من کاری نداره. من آزادم، من آزادم. میتونم هر چیزی که دارم بخواد دوست داشته باشم. دارم دوستت دارم. اما چی میگفتی؟ چی؟ همین الان بازم گفتم دوستت دارم. پس چرا تا حالا این حرف رو نمیزدی؟ چرا تا حالا نمیگفتی؟ چرا؟ اون دیگه تو نمیدونی منو چی تو به دام انداخته بود. نمیدونستم چی کار کنم. از وقتی خودم رو شناختم فقط تو رو دوست داشتم. فقط تو. چه فایده؟ تو هیچ وقت به من توجه نداشتی. الان فهمیدم که حتی یه شاگرد آشپز به من ترجیح میده. این گامبو کوچولو رو میگی؟ آخه اون کسیه که من دوستش داشته باشم. وقتی دیدم تو از عروسی با من فرار میکنی از لج تو یه رو تصمیم گرفتم به اولین مردی که ازم خواستگاری کرد جواب قبولی بدم. تو خونه دوستم سیمین بود که با این گامبو آشنا شدم. از اون روز دیگه منو ول نکرد. حتی به صورت یه شاگرد آشپز اومد تو خونه‌مون، برام شده بود یه وسیله تفریح. حالا که وقتی این حرفا نیست دیدی چی میگفت؟ رفتن که از ما انتقام بهتره رو بگیرن. مقصودشون از انتقام بهتره فهمیدی؟ نه فهمیدی. پس بریم تا یادت بدم. پنچر کرده. چیکار کنی؟ هیچی. انتقام بهتره به اندازه یادت کردن چهار رقم افتاد. فقط هیچ که دستی تنها هستم. همینه برای یاد کردن چهارها دست یعنی هردو. شما اینجا چکار میکنید؟ ما فقط کمکی هستیم که تبصره دو از ماده چهار اجرا بشه. ببینم پسر، پس تو هنوز تبصره دو از ماده چهار اجرا نکردی؟ هنوز اجرا نکردی؟ چشمک کاری میزنی پسر؟ از من یاد بگیر، آدم درست حرفش رو میزنه، چشمک زدن نداره. پسره چشمک میزنه. خانداداش؟ یانه خانداداش؟ این پسره چشمکی خالگوشتی هنوز تفتر دو از ماده چهار اجرا نکرده. پسر من که بابای تو هم ایجای تو بودم صبح تالا هرچی تفتر اومده بود همه رو به هم رسته بود. بفرمایید اینم اتومبیل تفتره دو از ماده چهار هنگ حاضره. بفرمایید مهری جون سوار کن. جواز مهری جون سوار کن. پس یاد در تفتر دو از ماده چهار در یه دست هم پولیشش بزنم. فرشته نجات من بود بغلم بود. فرشته نجات بی فرشته نجات محترم اوراق شده. اوراق نشده بزنید که روشن نیست بزن. نمیشه صبر کن. دیدی تو آخر روشن نمیشه. من دوباره شب کمک جا بودم. فامیلا چی تو؟ انتقام بهتری، انتقام بهتری. گلو بی انتقام بهتری. نیسی چی چی چی
انتقام بکرم من خیار بیخوام مموز تو مموز بی مموز به من میگن چوق بوکله رفتم وسط جاده دراز به دراز خوابیدم دیدی چه شانسی به سراغم اومد بریم سراغ انتخاب بیتردیم چپ من جامون دفت کارسه داری بریم چپ کن وسط دراز خوابیدم دیدی چه شانسی به سراغم اومد یا سانس یا افار سانس هکی را سات جاست ده من مردم وای این ناکس هست همون یکی اون روز نیبا من اقدم باز چه خیالی باستی وای کتر بیتا خدا مولینه بده نه با من نیبا میداری باستی میداری بارش میداری میداری این هر دو یار گل آخرو بی مزد ای خوش به احوال و خوشا به حال ایم نازم به اون بخت و به اون اقبال ایم خوش به حال ایم قربون شکل ماهد ای موتور جون سر منو به اون دوتا برسون خواهش دارم خواهش می کنم منو برسون هر شب چقدر ما صبح خدا خدا کنم تنها چقدر خود تخت خواب للا کنم منم دلم بالا تو دنیا زم میخواد یار خوش اندام زی میتم میخواد بلاخره من هم هرچی باشم آدم ماه دیمون تو جون تر منم دیمون دوتا بیرست